این های کوچیک کاتسین داره الان. آره خوب نگاه کن، این کاتسین خیلی مهمه. ببین این میمیره، به دست چپش دقت کن که داره یک کوچولو تکون میخوره. اینی اتابا خوش دادش خودشو، آها انرژی رو گرفت، خوشتش و انرژیش رو گرفت باز خودش. اونایی که رادیو هایزنبرگ رو دنبال میکنید سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوبین؟ با قسمت ششم دارک سولزی که خیلی خوب ازش استقبال کردین در خدمتتونیم. اگه دفعه اولیه که دارین ویدیوهای منو تماشا میکنین، برین سراغ کانالم، تو قسمت پلیلیستام یه عالم بازی میتونین توش پیدا کنین و من فقط صرفا دارک سولز یا همساله هم بازی نمیکنم، بازی متنوعی بازی میکنم. سابسکرایب یادتون نره، ناتیفم حتما بزنین که ویدیو جدید که میاد ببینین. توی ویدیو دارک سولز، اونایی که جدید اومدین و نمیدونین، یکی از بهترین دوستام که یکی از بهترین دارک سولز بازهای ایرانم به حساب میاد، امید صدیقی مانیه که هم استریمر هم منتقد گیمه. توی کپشن هم اطلاعاتشو گذاشتم، اگه دوست داشتین دنبالش کنین برین ببینین. هست اینجا بچه‌ام که امیدو میشناسین، امیدو کماکان داریم. امید یه سلام علیکی میخوای بکن و بریم سراغ شروع قسمت ششم. اوکی حتما بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم با یه چشم به هم زدن به آنورلاندو، سرزمین نور. اینجا قرار حسابی از خجالت هاشم در بیاییم و اینکه دمتون گرم که تا الان برنامه های ما رو دارین دنبال میکنیم. این هم برای بچه ها بزنیم. اوکی خب الان من با چیکار کنم پیش این بونفایرم؟ این که دهتایی هست بونفایرش، آره یا دهتاییش بکنم کیندلش؟ آره نه کیندل دهتایی، خود دهتایی، چون این بونفایر یکی فایر کیپر روشه، دهتایی هست بونفایر فایر کیپر دو دهتایی. اوکی شما باید یه کاری بکنم، الان از در بونفایر خارج میشی. بله میای تو اون حیاته رو به جایی که مستقیم یا سمت راست بری، میای سمت چپ. اون مستقیم هم یه برجه نمیرم. آره نه میای سمت چپ تو اون پر سربازه ها، نه دو تا سربازه. آره دو تا توشه. تو به سمت چپ حرکت کن، یه کوچول بری جلو، فقط چپیه میاد. فقط چپیه رو بکش، با چپیه جدا فایت کن، بعد بزن این چپیه رو، بعد راستیه رو بکش همش بیرون تو محوطه. اوکیه؟ نه تو محوطه نمیاد، همون تو بزا باید دالار رو باید باش فایت بکن. تو جنگیدن یه ها چیز نکنه. نه کارهای خارق العاده نمی کنه، شیلت بالا باشه با اینا که نه بالا فایت بکنی راحت زدیش. منظورم اینه که سمت چپ گفتی برم، یه ها برم زیادی وسط مپ اون یکی هم بیاد. نه یه مدام مدیریت باید بکنی دیگه، بیشتر لای پاهاش باید حرکت کنی چون بزرگه خودش. خیلی دارم نزدیک میشم و نیومد میادش، ندار داداش اصلا تو چپ حرکت کن، میخوای بیاد یه های لحظه گارش باز میکنه میاد سمت، فقط هم خودش میاد. یه کوچولو بیا عقب سمت وسط های تالار هم وایسه، میتونی باش فایت کن. اوه چقدر نیزش تو گنده بود. آره بین پاهاش حرکت کن، از پشت باید بهش ضربه بزنی، بخاطر اینکه جلو هر جوری بهش ضربه بزنی ضربت هم بخوره حساب نمی کنه، چون اون جلو شیلده، ضربه رو به شیلد حساب می کنه. اوه عجل نکنی میزنی شاهد، عجل نکن که یا جونشو کجا میزنه؟ وقتی روش لاک باشی یه خط باریکی بالا سر اون لاکشه. اوکی اون خط باریکه میزنه، جونش نصفه شده. یعنی زیادی داره پاش حرکت بکنه، یه تیکه ازش مثلا شیلش رو محکم میکو بزن. آره دیدم اون موقع پشتش باید ده بزن. دیدم اگر یه موقع داری مثلا چیز سریع حرکت بکنی، یعنی سریع باشی، میکنی لحظه ای که این شیلش رو مثلا میکو بزنی سریع
وپن تو با ایگرگ تو هند بکنی که دمیج بیشتری رو بهش بزنی. گشتمش. آره دقیقا ایده ای که به دومیش هم همینجور. آره دومیارم هم میزنی شالا. بیا بیا داده به سمت جعبه نمیری یا به سمت جعبه هایی که پشتشونه اصلا نرو. اوکی. این یکی از اون جعبه ها میمیکه، یهو بلند میشه میمیکه هم باید فایت میکنه، اون وقت دیگه نمیتونی فایت رو جمع کنی. اوکی این هم بکشون هم اقا. آره خب داره میگه خوشن داری برمی کافی؟ آره 8 دارم. اوه 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 داج با دایره بود دیگه. آره داج سعی کن نکنی، بیشتر شیلت رو بالا نگه دار. وقتی تا میخواد قبل از اینکه ضربه رو بزنی خوشولی شیلت رو پایین نگه دار که اوکی اون استامینات سریع تر پر بشه. بیا آقا بیا آقا بیا 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 طورز رو بعدی شده اینه که تو همه شون باید یه سری جاها رو واقعا تنها دیگه بری، واسه کسی که مثلا میخواد بیشتر کوآپ بازی کنه یه تیکه ها شاید مثلا اذیت بخواد. نه اوکیه همچین چیز خاصی نداره. داریش اوکیه دارم قشنگ سلاح هم عوض میکنم، استامینا هم داره برمیگرده. آها اون از اون قاعده بهش باش عجله واسه چیز نه 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 از اون قاعده شیل و ول کنم هم دارم استفاده میکنم که استامینا سری بیاد. آره میم چند مفیده. آره حالا که تا عوض میکنم اصلا طبق معمول دیگه کشتمش گنده همیشه خراب کشتمش و حالا یه مجسمه این وسط میبینی یه گنده بکه که یه درسته چکش خیلی بزرگ داره سمت چپش یه جعبه است. ببین اینجا میتونی خیلی راحت به بچه ها یاد بدی یه چیزی اوکی. رو ناکن دو تا جعبه ما اینجا داریم، جعبه سمت چپ و جعبه سمت راست. راستی جلوش یه امضا زده تا... اصلا به امضا کار نداشته باش. میخوام ببین بچه ها هم الان یه نکته آموزشی داره واسه شون. اوکی برو سمت چپی رو نگاه کن نزدیکش بشن. آره آره سمت چپی سالمه کاریت نداره. خب سمت چپی سمت که بغلش سمت راست یه دونه زنجیر داره که حالت نیم دایره چرخیده اومده بالا. درسته درسته این یعنی که این جعبه سالمه. حالا بیا اون یکی رو نگاه کن اونم نزدیک شم ایراد نداره. آره نه مشکل نداره نزدیک شو ولی بازش نکن. او اون یکی رو نگاه کنی زنجیرش زنجیری که به سمت پایینه اومده. اون زنجیر پایینه همشون میمیکن فرقشون اینه نوشته بی واری اف امیزینگ تراپ امضا تازه با امضا هم یک دیگه یعنی اگه برش داری آها چپیه رو باز کنم الان چپیه رو باز کن توش چیه؟ چون که این تایتانته توش نه پیلیج تریژر چست آه توش توین کینگ تایتانته آره آره توین کلیم تایتانه خب ما با این خیلی کار نداشتیم این یکی که تو قراره بزنیش رو کار داریم اوکی یه نوع وای بزن تو هند کن بپنه تو کردم برو بالا سرش انقدر بزن صدا خرده فقط مواظب باش تو نمیتونی کامل بکشیش تا وقتی کامل بلند شه و اینا هر چقدر هم بزنیش نمیره خیلی مواظب باش که گازت نگیره که بکشتت. خب چی کارش کنم برم بالا سر جعبهه و هی بزنم؟ بزنش پا میشه پا میشه انمی میشه ها. خب من انرژی تموم شد رس ایوایس ای چیزو متوجه نشدم. آره اونو دیدم چیز میشه بعد همینجوری اینقدر بزنم نفسم هم تموم شد همونجا وایسم هی بزنم فقط میزنیش اون بالاخره پامشه اونم میزنه دیگه. آها بعد دیگه فقط باشه که اون گازت نگیره مثلا شما آها بعد دیگه میره تو فایت درست درمون سپرمو بردارم آره فایت با.
فقط یه چیزی رو حواست باشه، اونم این که یه حرکتی داره چیه؟ دستشو باز میکنه که بیاد پایین بگیرتت، گازت بگیره. اگر بر حسب تصادف گرفتت، آر یک الیه که تو یادت نره، یا اون آر بی ال بی تو. اینو میگه اول کار قشنگ دوتا بزنم تو سرش با دو دستی. آره دو دست همینطور بزن، قبل بزن تا نفست بهم بیاد. اومد. آها اصلا نتاش، همین تو بزن. خب الان دیگه پاش شد دیگه، بازم باید پاش باید بشه اخیه، حواست باشه. اومد منو بغل کنه، بیا جلو. کشتمش مثل مرد، یه جا قشنگ خم شده بود، سری دو دستی کردم. آفل. خب الان یه آیتم بدون به اسم کریستال هالبرد. آره برداشتم. این کریستال هالبرد همون وپنیه که میگم واسه کشتن باس این لند به درد میخوره. آها این اصلا انگار ساخته شده واسه کشتن باس این وپن هم هست. وپنی هم هستش که آره اصلا هم استفادهش نمی کنی الان، چون زورش خیلی زیاده اما خیلی زود میشکنه و وقتی بشکنه دیگه نمیتونی کارش بکنی. خب برگرد کل مسیر رو برگرد، بیا تو بونفایرت بشین دوباره پاشو بذار ببینمش. الان دوباره میخوایم دیگه میخوام اسمش چیه؟ اسم سلاحه دراگون کلینگ؟ نه نه کریستال هالبرت. کریستال هالبرت دیدمش الان. 242 تا 242 تا مین دمیجش. آره ایوان کل مسیر رو برگردم بیام توی بونفایرم. پس اینا دیگه پا نمیشن، اینا مردن دیگه. نه اینا پا میشن. های زمین ما به معمولی این سر زمینه ما به معمولی هن یا ابوالفضل. بله اوکی اینا مثلا پشکل ریخته اینجا. خب نشستم پا شدم. خب. حالا پاشو بیا مستقیم جلو آ به اون برجه برسی. یه دونه قدرت هم زیاد کردم ایلا همینجا رسیدم، اشکالی که نداره. خب پاشم بیام کجا؟ مستقیم بیا جلو زیر اون برجه دیگه. زیر اون برجه یه چیزی دایره ای شکله، روش وایسی میده دیگه پایین. این دیگه میشه آسانسور اکتیف. آها اینم روش نوشته که بخونم be wary of life. be wary of life یعنی برم روش؟ برم رو دایره؟ آره برو روش. آه اومد پایین روش. این یارتت پایین. آره آوردت کامل پایین، سریع ازش خارج شو و پله ها رو بیا پایین. پله های خونکی داره که میای پایین. آره نوشته بسه. یه دشمن جلوته. آره یه دشمن جلوت خواهی دید. رسیدم. میای از پله ها که اومدی بیرون وارد حیات شدی، پله ها رو میای پایین دوباره، یه انمی هم جلوته. خب من الان پله ها رو اومدم پایین، الان دوباره یه حیولا یه اژدها اون ته پله هاستا. آفرین دقیقا همون باسی که روی برجک زدیمش. آره اینجا شده ماب، ولی الیت ماب البته اینجا. خب الان پله ها برم پایین با این بجنگم. پایین پله ها. آره پایین پله ها هم ساین منو میبینی، اگر اون وسط خواستی میتونی منم سامن کنی. اومد فرشیلت بالا اومد نمیبینی. اومد نترس ساین منم میبینی. حالا آه دیدم ساینتو، برای سامن کن شیلت هم بالا بگی که یه وقت نزنه. سامن شدی دیگه درسته؟ آره سامن این چرا کنم عجله اصلا نکنم. امید شده. گیر کرده توی چیز لول. بیا اینجا ببین سامن. گیر کرده؟ آره تو نور گیر کرده. بیا سامن شو نگاش کن. آره. گیر کرده. آها میبینی؟ چرا اینجا؟ گیر کرد. چیکار میکنی؟ میشه زده؟ آره میشه زده. گیر کرده لول، گیر کرده بود. با چه کلکی گیر کرد؟ من فقط کشوندمش اونجا در رفتم، دیدم این پشت گیر افتاده.
شیر. معماری اینجا چطوره؟ یه لحظه وایسا سایلنت کنم گوشی رو مخه. چقدر ببین یه سوال، من حالا خیلی از علم معماری اطلاعات ندارم، ولی چقدر شبیه ایتالیایی چیزه اساسین کریده. آفرین. ببین به این معماری هم یه معماری بیزانتینی، این معماری و اون شکل دقیقا تو ایتالیا وجود داره. یکی از ویدیوهای واتی هست نشون میدم دقیقا چه این لوکیشن هایی وجود داره. حالیم نبود ولی حالیم بود مثل اینکه آه خب انقدر توی گیم ها دیدیم. آره سریم میشه میگه از اینجا فقط میای یه کوچولو میپری پایین، مواظب باش. اوکی. این چیه دستته؟ سلاحت چرا فرق کرده؟ قبلا یه شمشیر دستت بود، الان این دستته. آره قبلا این یکی دستم بود، این یکی دستم بود. چجوری دو تا ها دو تا گذاشت؟ کنارش چیزه سالمه پس سالمه. آره زنجیر رو به بالا سالمه. باز کن توش دیمن تایتنته توش. آره دیمن تایتنت برداشت. ببین اینجا آوزه قصه شو وقتی رسیدی خودت تعریف کن. قصه این سرزمین آنورلاندو اسمش، یکی از سرزمین های آقالاده خوشکله وزیه. هف نفسم بند اومد. اون نکته داستان وجودی که کلا با دو نفر سه نفر جنگیدم، نفر آخری هم که گیر کرد ولی قشنگ نفسم رو خب بخوام آماده کنم واسه یه پازل پلتفرم که خنده دار. بیانش افتادم، همون اول افتادم. اک نرینی نه خواستم امضاها رو بخونم، فضولی شد شدم پایین. با دوباره اجدها رو بکشیم یا الیت ماب بوده مرده دیگه؟ نه اجدها مرد. آره اجدها دیگه. خب پا ما اینجا یه دقیقه باید برم سراغ آیتم ها، یه دونه اسمشو نور بزنم. 35 تا دارم، یه دونه میزنم. اوکی بعد این تا الان داری خود دیگه؟ آره 35 تا دارم. ریورس هالوینگ میکنم و همون پایین میام امضا تو میذارم، کسی هم نیاز نیست بکشم اصلا. اما ازش دلی میای نیفتی پایین، چون آسانسور خودش پایین بالا میره. آها حواسم هست. میگه که نشو بی وری اف لایف واس همینه، نشو موضوع جونت باشه بالا میتی پایین مثل نواشک نمیتی زمین. حضی بود همون سوتیو بدم نگم نارنجه که آسانسوره داشت میرفت پایین، پریدم من دیگه، حالا ارتفاع کم بود رسیدم. اوکی خب این از پله ها میام پایین. آسانه من در اون پله سول هم همینجاست. ببین اینش خیلی خوبه توی اشن بعضی وقتا، ساینت هم خواهی بذاری بذار تو اشن بعضی وقتا، هنوز نیومده باستم تو اشن، بعضی از مواقع اون سوله میره یه جایی خب که دیگه دسترسی بهش غیر ممکنه. ساینه چرا نمیاد؟ خواهی دوباره بذاری؟ ساینه پایین همون پله هاست. اومد اومد الان اومد. بیا امید قنبلانی. این مشکل توی بلاستمرز هم هست، یعنی بلاستمرز مثلا تو یه جاهایی میفتی رو تیغ میفتی، بعد اون سینی که تو داری اونجا حالا واحد سول نداره، واحد سین داره، سینی که از تو میفتی روی چیز میمونه، روی تیغا میمونه که تو بیفتی روش میمیری، ولی خب سول این کار رو نمی کنه. با توی عشن اسمش اسکوریاس و دقیقا همین قضیه هست. من اشتباه کردم وایستادم خوندن، این باید دقیقا رو لب خط بریم. آره موازهاش، فقط چون اینجا یه مقداری هم حساسه، زیاد بخوای بدوی ممکنه دوربین دیو گیج بزنه بیفتی پایین. اوکی دارم آروم و یواش میام مثل آدم، اصلا عجله نمی کنیم. امید خب جایی که من هستم رو میبینی؟ آره این بغل میمونم اینطور میپرم پایین. اوکی
اوه 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 دیدی منو؟ طبیعیه طبیعیه نادر. آره همین همه شامله نادر. شت 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 بیا شت تو. شت 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 چی میگه این؟ حمید یه دونه میکنه تو کونه یارو، یارو جفتکشو میزنه قشنگ. به خدا ما داشتیم زد نبرد میکردیم، همین تبر رو کرد تو خشتک فیا خالدون طرف اومد پایین. اوکی خیلی خب اینجا دیگه باید اینطوری بریم. لا 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 امید و چه بی استرس هم لا 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 میره. منو نگاه کن انقدر میدونی یادم چی. او 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 عوضی رو نگاه کن. ببین یعنی این بازی ها بود، تست اعصاب بود، یه حلقه رو رد می کردیم یادته؟ آره. این دقیقا هر کی که تون می رفت می برد، بعد هر کی که خیلی مراعات می کرد به گوه خوردن می افتاد. مثل من که الان احساس می کنم اینجا یه چلچراغ این بالا بود که من پرتش کردم چلچراغ رو پایین. چرا؟ دیدم باشم بخاطر اینکه آیتم داره روش. خب من دوباره میرم یکم جلوتر که اون دو تا رو بزنم. امید و نگاه کن داره آرامش رژه میره. امید اصلا شیل و اینا هم اعتقاد ندارم، همینجوری به کله رو مثل گاو انداخته پایین میره جلو. بله خب امنه. بله من دارم قدم میزنم تو پارک. بح بح بح. این چی میگه؟ این زیر پات هم نها کن، یه مجرد چست هد میگه، یه جعبه جلو اونه. نه ترس نه هیچی هیچی فیکه. خب این خانومه رو میبینم، مجسمه خانومه رو میبینم. بله این دختر گوینه. دختر گوینه؟ بله بهش میرسیم. دختر گوینه هم خیلی سایز ممه هاش خوبه. آره اصلا معروفه، ما بهش میگیم بانوی ممه. جدی معروفه؟ تو باس فایت هم همین جوریه؟ او مای گاد سو هات. باس فایت اصلا نیست حالا میبینی. اه؟ بریم تو باس فایته؟ چرا اسمت اینه؟ ارید آرادا. آرادا یعنی چی؟ آرادا یه فرم رقص موسیقیه تو اسپانیا. من دوستش دارم این رقص. اینو باید هول بدی. بکش. بده بکش. آره زور بزن بکش که کاتسینش هم ببین. بکشم یا هول بدم؟ هول بدم. چقدر خوشکله. توی نسخه اصلی هم همین جوری بود یا مثلا نه همیشه همین کاتسینا همین بوده؟ هم هیچیش فرق نکرد. اون یکی دیگه هم داره باز میاد اون گنده ها. آره این چرا اونجا مونده نمیتونه بیاد جلو؟ آه اومد. این چیزه، این یک، این اسمش چیه بگو؟ این همون دوتا گوریلایی بودن که دومشونو میزدیم دیگه. آره یعنی چقدر راحت دیگه میشه زدشون. آره چون قدرتمون به نسبت اون موقع زیاد شده. الان دعوا میکنن بچه ها، میگن بابا آیتم برمیداری دکمه بزن خط دارو ببر. خب حالا ببینیم اینجا الان یه جوره میشه گفت یه شورتکات شد. این همون تیکه که ازش میومدی اینجا، این گنده ها رو گیر کرده بود اینجا. خب زدی بشه الان اول است. یه نیمچه شورتکاتی شد اینجا. خب اصلی ما به جلوه، ولی شما الان باید این خواهی بود که من دوباره نمیتوشم که بریم پایین تر یه ردیف باز بریم پایین. تو چرا غیب شدی؟ آه این ور ظاهر شدی یه لحظه فکر کردم رفتی. بریم پایین. بیا پایین. بیام از پله ها بیام پایین؟ آه بیا پایین. اوکی. پرید. این مکانیزم پریدن دارک سورس اومد قصه ایه. خب ببین شاید باورت نشه ولی الان این صحنه که میبینی دندونات میریزه. دندونا میریزه. این شما و این هم مجسمه گوین.
خود گوینه. خود گوینه. و اینجا قبر گوینه. این قبر گوینه. این سنگ اصلیه که روش وایستادن. آره. یه رنگ اینجا بره. این گوین تمام تلاش خودشو کرده که دنیا رو روشن کنه. چرا الان ما اینجا میبینیمش؟ ببین اینجا مجسمه گوینه. خب عظمتش هم که داری، بعد بینش شبیه زئوسه دیگه. آره موهاش مخصوصا، فقط به جای چیز شمشیر دستش. نکته جالب اینه که گوین اصلا مرده، پس چرا پس ما میگیم گوین فلان، گوین بیسار و اینا؟ گوین در واقع معروف به فرست آندد، اولین آندده. گوین موقعی که دنیا رو به عصر آتیش میرسونه، از زمانی که داشته میدیده که آتیش داشته از بین میرفته یواش یواش، خب خودشو تو محل تلاقی آتش که بهش اصطلاح میگیم، توی نقطه پوینت اصلی که اون آتیش قرار داره، خودشو آتیش میزنه و خودشو قربانی میکنه. آه. برای چی؟ برای اینکه شعله های آتیش بالا بمونه و عصر آتش باقی بمونه. خب واسه همین گوین خودش رو فدا میکنه برای اینکه عصر آتش برقرار بمونه. اینجا قبر گوینه. حالا من بردت میرم بیرون، سیو میکنم، دوباره باید یه تیکه تنها برم. نه نه نه، میام همینجا با هم بریم. بونفایرت رو روشن کن. آکی، کیندل باید بشه یه دهتاییه. کیندلش نکردی هم نکردی؟ نکنم. نه نیازی نه، ولی اینجا خیلی سخته، واقعا اینجا سخت. خب نکنم. نه اوکی، سختیه رو من باید انجامش بدم. امضا بزن، امضا بزن. اگه خود بخوای انجامش بدی یه وقت داری درد و سر بشه. امضا بزن، سخت میشه واسه. امضا بزن، امضا بزن. امید، یکی از بچه ها کامنت گذاشته بود توی یوتیوب که من حواسم نبود اون خواهره که کور بود و رسیدین بهش قصهشو تعریف کردین کشتم، حواسم نبوده، نمیدونستم کشتم. بعد تهش خندیده بود، منم تنها کامنتی بود که دیسلایک کردم. خندش واسه چی بود؟ تو وقتی داستانو دیدی دیگه خنده داره؟ ببین وقتی که میکشیش از یه جهت آخر به دردت میخوره، حالا نمیخواستم بهت بگم ولی آخر بازی بهتره که بکشیش. اوه من سانم گذاشتم. دلیلش هم فقط یک چیز ساده است و اونم اینه که دلیلش هم اینه که تو به عنوان کسی که داری در واقع بازی میکنی، حق داری که تعداد این اسوس فلسکات رو از لحاظ قدرت بیاری بالا. یکی از فایر کیپر سولا دست خود همین دختر است که تو باید بکشیش تا فایر کیپرش رو بگیری. تقریبا این کار رو اواخر بازی انجام میدم، الان انجامش نمیدیم به خاطر اینکه زنده موندن یا نموندن سوله بستگی مستقیم داره به زنده موندن دختره. سوله رو میتونه اپنی بره و سوله تنها کسیه که تو باس فایت آخر میتونه بهت کمک کنه. آها خب بریم حالا یه چیز جالب بهت نشون بدم. زن گوین رو که میبینی؟ زن گوین هیچ وقت و هیچ موقعی از سولز نمیبینیم زنش. بعد چی گفتی حالا میبینیش؟ دخترشو ببخش. گفتم دختره رو میبینی. دختره رو تو هم قسمت ایشالله میبینی. ایشالله خدا قسمت کنه. بچه اون دختره حکایت قشن چیزه. بعد از هر سختی آسونی وجود داره و اینا. این نقش اون زیبایی بعد از سختی است. اینا رو بزنیم. همین رو میخواستی؟ امید بزنیم. دقیقه ما اینجا هم برد. آکه من این تکیه این ور رو میزنم. یا آفرین آزه دمیت باش. بند خدا همه رو امید زده بچه، من یه دونش هم نزدم.
اینجا حالت تکی قشنگ پوسکنیه ها. من تازه به افتخار دیگه نمک استراب کردم. خب حالا اون آیتمی که برمیداری ست آیرون تارکوسه. آره. اون که توی باس فایت قبلی کمکمون کرد. در واقع پس اینجا میفهمی که تارکوس اینجا اومده و مرده. اینجا البته یه چیزه، یه زرهش و اینا همه چیش هست دیگه. میگم دیگه اینجا این آره. وسط تارکوسه در واقع. تارکوس اومده اینجا و کشته شده. چیز رد میشه؟ آره و اینجا کشته میشه. حالا بیا از اینجا وایسادم اینجا. خب به این صحنه نگاه کن، به این تابلو. کوه چیه؟ یه کوه، این یه دونه پل. آره چوبیه داره از کنارش رد میشه. این صحنه چقدر شبیه صحنه های سکیروه. این نکته جالب بهت بگم، اینو اوایل خب خیلی کسا نمیدونستن چیه. این تو یه لنده، این تابلو تو؟ آره توی این یه لنده. چجوری میرن توش؟ آفرین. حالا اینکه چجوری میرن توش نکته است، برگرد دارت بگم. ببین تو موقعی که بازی شروع میکنی توی زندان شروع میکنی دیگه، درسته؟ بله. yes. دقیقا باید برگردی اون نقطه‌ای که بازی رو شروع کردی. یه دونه عروسک اونجا افتاده. خب میری اون عروسک رو بر میداری. خب و اون موقع میتونی بیای توی این لنده. زمانی که توی این لنده میری تا موقعی که از این لند خارج نشی برای همیشه اون تو میمونی، یعنی امکان خارج شده از اون لند دیگه وجود نداره. ایه این تو لندش هم Painted World of Aria میسه. ببین خیلی جالبه، لند آپشناله ولی عملا بعد از اینکه دارک سورس 3 تموم میشه میفهمی که مهمترین لند کل سری دارک سورس همین این لنده. یعنی ما باید بازیش کنیم یا فقط گفتی جهت اطلاعات عمومی؟ حتما بازیش میکنیم، اصلا شک نکن. کی؟ بعد چه جوری باید بریم اون اول اول که اینجوری که تو میگی؟ بله شما باید برگردی اول اول. اینا رو عمر بدید. خب اینجا دقت کن، پله ها رو نکن، پله های کوچیک. پله های گنده، دوباره پله های کوچیک. نکته جالبی که وجود داره، این پله های کوچیک واسه انگار مثلا آدمای مثل من اینا اسبا بودن. اینا اسبا و چهارپایی. این پله ها واسه اون جاینت هاست. آها جاینت هاست. که نمونه شون الان اینجا میبینی. اول شفیه. اول شفیه رو بکشونیم. همین هایی که اینا همون هایی که اونجا زدیمش. آره از همون ها. مازه باش. اما دو تا ضربه بابا. چه تا کجا هم نیزش میاد. نگاه کن مثلا ما اومدیم بزنیم، امید خشتکشو کرد تو حلقش. بعد امید من چجوری باید برگردم اول 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 بازی؟ من بهت میگم نگرد. آه بعدا آیتمی به اسم فست تراویل به همون میده مثل... نه شما اصلا اون کلاقی اول بازی میارتت توی این لند و اصلا همون اون چیز میکنم. حالا اینا دیگه از اینجا بعد این قرمزا دشمن میشن ها، حواست باشه. یه باگ اینجا هست، باگ خنده داریه. خب یه نه سمت چپ اینجا یه نه از این دشمن هاست. بیا خب اونا کاری نرم، بیا اینجا رو نگاه کن. اینجا باید نگاه میکنیم اینو. نگاه کن الان خودش میپره پای میمیره. نگاه کن آفرین. بزن 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 دوباره. آها الان میپره پای. خدافز. وا امیدارتی این هم داره میپره پایین. یه داره این هم میزانش اسکولیش کم نیست. بعد میزنیمش. بله خب بزن اینم بزنیم. بله یه ضربه خورد مرد بدبخت. خب اینجا رو واسه همین من دارم آروم جلو میرم، یعنی جلو حرکت میکنم چون یهو سخت میشه. اوکی عقبمون نه جلو اونو بکشتنه. الان اینجا هم یکیشون خودش میمیره. بیا من رفتم قشن اقا. الان پشت میمونه همیشه میمیره. از الان کم میریزیم واسه شما. اوه اوه یکی هم داره از این بر تیر میزنه امید. اون مرد. یکی هم داره به تیر کمون میزنه.
اوه انداختم پایین با تیر کمون. شیت مت. آره از اون چپ چپ یه تیر زد، یکی به هم شیلد گرفته بودم، هولم داد عقب. میتونستم جا خالی بدم. راه رو نبودی؟ نه من تو راه روی وایستاده بودم، پشتم نگاه میکردم، یهو شیلد گرفت، فکر نمیکردم پرت بکنه. What the fuck. اگر توی اون راه روی باشی نباید بیفتی پایین. و قشنگ بچه ها تو تصویر دیدن دیگه، من تو راه روی بودم، یه دونه بهم زد، از تو راه روی پرت شدم پایین. یعنی سپرم داشتم ها. آره اون بخواد این تیر درگن سلیره با اون تیر چیز میزنن. چی شد؟ استارتینگ گیم چرا بازی بسته شد از اول اومد؟ وات؟ بازی بسته شد از اول اومد؟ چی؟ عجیب، اب نداره. سیف شده بود بغل اون بونفایر دیگه. آره عجیب. آره. نخوندم هم چی نوشته. بغل همون چیز هست. بغل همون چیز هست. بغل... ولی باید چیز کنم. بگو. یه هیومانیتی بزن. ولی فقط خوشحالم از اینکه تو جایی که من هستم رو نمیبینی. چرا؟ کجایی؟ نه همون جایی هم که تو هستی. الان همون بونفایری هم که با هم دیگه بودی. ولی از اینجا میگم خدا شکر تو نمیبینی این صحنه رو، چون همش اسپویله این صحنه هایی که من دارم توش. کلا من همه چی رو تغییر دادم. آره این لند به شدت تنها لندیه که تغییر فیزیکی داره توش. آره. اون چیزی که تو میبینی پس من امضا تو دیدم. آره خدا رو شکر شما نمیبینی. اون دنیا چرا مهمترین دنیای بازی سولزه که تو قابه؟ اگه بخوای الان بهت بگم خب مزید نه خب پنگو خب پنگو. آره ما بازیش میکنیم ته سه میفهمیم. ته DLC آخر سه میفهمیم. اوه حرکت های کن لوینی. آره بعد اون موقع میفهمی که یارو داشته به چیا فکر میکرده اون موقع و با چی تمامش کرده. آج آقا میازاکی نوش جونت. این چرا اهرام میکشی؟ این بیاتش پایین. آها آج آقا میازاکی نوش جون تاقا سکی رو نوش جون. زودتر از اینا باید بهت میدادن، یه خبطی کردن. آه من خبط کردم. 2009 که بازی اومده چه بازی نامزد بازی سال بوده؟ 2009 این دیمن سولز رو ساخت، 2011 دار سولز رو ساخت. آها 2000 دیمن سولزش که خیلی جالب بود. دیمن سولزش گیم اسپات بهترین بازی سالش کرد و با افتخارم بهترین بازی سالشه. یعنی مثلا میگفتش که واقعا یه چیز غیر عادیه. این سات اون موقع گرفت نکته شد. حتی خب اون زمان که من اومدم تو گیم اسپات می نوشت. 2009 چه بازی بازی سال شد؟ 2010 Red Dead بود. 2009 آره 10 Red Dead بود. 2009 فکر کنم اگه اشتباه نکنم سال آنچارتد 2 بود. خب پس نمیتونسته بازی سال بشه. دیگه آنچارت دوه خیلی خوب بود. تنها سالی که میتونسته بگیره سال 2014 دارت ساز دو بوده. تنها سالی که لیاقتش رو داشت و نگرفت. که خود میازاکی هم چیزش نبود دیگه، درسته؟ نه سوپر وایزر بود. ولی میدونستی دارت ساز دو بهترین متا رو تو سری سالز داره. همین تو با دو تا بخوری بذار. بذار اینو اسکلش کنم. بیا بیا. آها من چون میدونستم امید یه ضربه بزنه میمیری، من دیگه زدم دیگه سپر مپر رو فراموش کردم. بودم ضربه نمیخوام. خب بریم پیش کسخل علا. آره این دوتا میزنه خوش میپفاییم. آفرین به پهوا خودت. اه چه باحال. بچه این میزنه اینه زول فقاره. این من این بالا وایستم نیام. حالا میخوای فعلا نیا بهت میگم که اوه سول همو بذار بردارم. نه دو فعلا بس. آره این تیر میزنه به من، منم هی جا خالی میدم. بزن نزدی دیگه. بیا آشم بیا یه جلو شیلت هم بگی بالا بودو.
اینجا ببین یه جورایی میشه که حساس ترین و سخت ترین جای بازی اینجاست. اوکی. یه سری از اینجا دیگه رد نمیشن. خب الان اینجا کجاست امید؟ ما الان اینجا توی آن اورلاندو ایم. الان میخوایم یه دیگه از سخت ترین جای بازی بریم که آزاد پلتفرمینگه. بهت توصیه میکنم به خاطر اینکه چیز نداری قابلیت کانتر کردن تو بازی چون خیلی تایمینگ های خاص میکنم. توصیه میکنم فقط دنبال من بدوی تا جایی که بهت میگم. ببین الان بذار من صدا تو بلند کنم، صدات خیلی کمه، داد تای چا میاد. خب بگو. ببین اون عقب دو تا سیلور نایت هند که با تیر کمون میزنن کتلتت میکنن. اگر بتونی بکشیشون که کشتی، نکشی باید دوباره کله مسئولیت چون تیرشون میزنه پرتت میکنه پایین. یه جایی با هم بوده بوده میریم بالا، بعد من خودم یه تیکر تنها میرم یکیشون رو میکشم، بعد تو بیا دنبال من. اوکی اوکی اول گفتم میای دنبال من دیگه، یک دو سه نمیگم که مثل اون دفعه باش. نشه تا رفتم و بیا. اوکی موضوع تیراشون هم باش تا همین پشت بایست. اوکی همین پشت بایست و اغیر بشت بردارم. از اون بالا هم داره میزنه، نگاش کن عوضی. آره اگر نگاه بکنی try ranged battle باشم بیا بالا زده شهست رو بیام راحت بودو هم ایشه. آره بیام این هم سر فرصت بخوش کنم تمام چه پرتگاه شما اینوری بیا چه پرتگاه شمولی. ببین این که بقیه رو نشون میده یه خوبی هم داره ها، تو میبینی دارن چه جوری بازی، یعنی تو مسیریابی کمکت میکنه این حاله هایی که هر از باقی نشون میده. بعد حتی همینم هم کپی زده دس استرندینگ. بپرم پایین بله اون کرکتره هست که میاد مثلا میگه چی کار باید بکنی و اینا، حتی اینم رو کپی زده دس استرندینگ به اسم ژانر استرند کرده تو کون ملت. دقیقا خیلی نه جدی بگی باس فایت این؟ نه نیست. بذار بیام وسط دوربین. اوکی عادی برم تو. بیا بیا امید نترس، بیا ما هستم پسر. بیا بریم، میخواییم بریم پیش حضرت ممه. کلید از کجا آوردی شیطون؟ کلید نمیخواستم، نکن میخواستم بایک استاپ بزنم. چونی؟ اینو باز کن. اه با آقا راستی لباس هم همه لباس برداشتم، بهتر از این نیست لباس هایی که برداشتم عوض کنم؟ یه لباس خیلی باحال تو این لند وجود داره، لباس همین هایی که الان دیدی دیگری مرونشون رو کشتیم. این که اینجاست. اوه چطوری خورشید به دست؟ این چی بود؟ پریز ده سان؟ آره پریز ده سان، پریز ده سان دیگه. باش حرف بزنم؟ من نه آره میتونی باش حرف بزن، باش حرف بزن، باش حرف بزنم. من وردت رفتم بیرون فهمیدم. اونم میگه اه تویی؟ چطوری گوگل؟ اینجا یک کچور باش حرف بزنی میفهمه این سولر گیه. گیه داره میگه من فکر کنم تو به من احساس داری لول. خیلی آدمه چیزیه. خب ببین چیزه اینجا رو کیندل کن. اوکی کار خیلی داری. کیندل میکنیم کیندل کیندل این یوز. ببین اینجا خیلی سرزمین مهمیه، توی دارسوز 3 همین سرزمین مهمه حتی و هشمات میریزه. حالا میگم
بهش برمیگردیم، به یعنی به پارت های مختلفی از این سرزمین باید آرون چی بود؟ برگردیم. کار زیاد. آرون لاردو چی بود؟ آنور لاندو. آنور لاندو. آنور لاندو. ما دو تا لاندو داریم، یعنی آنور لاندو یا یعنی هم نیو لاندو. اوکی. آنور به معنی نور اصلا، او به معنی روشنایی. آنور خب این روی داره میگه سرزمین روشناییه. آها گرفتم. خب الان من چیز کردم، سیوم کردم الان من و لیول اپم دارم، یه دونه میذارم رو وایتالیتیم، یه دونه رو اندورنس هم سیو میکنم. بله 23 26 30. من الان اومدم ساینم هم روی زمین. همین جایی؟ آه اومدم الان همین جایی. آه فکر کردم باز نشست توی چرا بونفایر اسکل. تو لباس به نظر عوض شده ها. آه باید تایگل نه. کنم حالا سامنت کنم. اوکی باید لباس عوض کنم واسه. ولی اینی که قبلی که بیای یه لباس عوض شده، یه لباس شبیه این سامورایی ها تنت بود. نه نه همون لباسی که داشتیم بازی میکردیم تنم بود. حالا نیومدی هنوز، الان داری میای. نه الان لباسی که بازی میکردیم تنته، قبلش لباس دیگه شدم، یکی دیگه بوده. نه اصلا که اتنه یکی دیگه بوده. آره معماری اینجا رو خیلی دوست دارم. آها سپر من کو؟ زمینه؟ آها دیدم اون سپر تو دست بگیر. دیدم چجوری باش مش میزد، سپر نداشت. چرا میمیرن آب اینجا میشن یا نور میشن؟ خب اینجا ببین چیزی پیغام چیزی میبینی؟ بله یه پیغام گذاشته، نوشته که try attacking. ای اینجا رو ضربه بزنم؟ ضربه بزن ببین چه میشه. برو تو ضربه بزن. آه اوه را باز شد. برو بدیم خواهی. چقدر را مخفی داره. میخوام بهت حال بدم حسابی ها، اینا رو همه رو لوت کن، حال کن. این قوی ترین لباس بازیه، به پوشیش دیگه نمیتونی راه بری، اینقدر سنگینه. آها اینا این در مخفیه واسه این لوت گولاخ هست. آه نه باز نکنی باز نکنی. نه دارم میبینم تنابش رو به پایینه. آره آره حواست باشه. خانم چی حرومزاده است. رید مسیج می... همین میمیک میمیک رای اهد میمیک رای اهد زده. خب میمیکری. بریم. خب لباس رو عوض نکنم؟ نه نه اون لباس خیلی سنگینه، الان یه لباس بهتر میدم بهت. اوکی اون لباس رو بپوشی میمیری انقدر سنگین، ولی میخوای بپوشیش یه بار ببینم چه شکلیه. خب چجوری باید لباس بپوشیم؟ بیام تو ابزارالاتم بورتو اکویپمنت. آره بورتو اکویپمنت. خب با یادم میمونه. خب تو کدوم باید برم؟ روی بورتو اکویپمنت رو اون چهارتا تیکه لباسه. رو چهارتا تیکه برم همه رو یکی باید یادم میمونه قبلی ها. آره قبلی ها رو یادم میمونه. آخریه هی ویلز الان که برای گانت تاروسه. اینه. خب اوکی این پاش، این دستش، این اینش. آه دیدم یه بار تن تو بود شبیه چیز شد. یا ابلفز چقدر یواش میدوه، یعنی وزن لباسه لباست خیلی سنگینه. قدرت چی؟ داج بزن اینطوری یا داج بزن من اصلا این تافاله میپری. لباست سنگینه. لباست عوض کن دوباره. بچه ها سلام. من شمشیرش هم تازه گرفتیم، شمشیرش اینه. اوه اوه استایلش کلن اسکله. خب آقا من این شمشیرش هم... این شمشیرش شمشیر نیست میگه چی؟ چیه؟ دندون اجده های.
خب حالا من یه سوال دارم، الان مثلا تو یه لباس، مثلا یه کلاه خود یکی دیگر رو با یه لباس دیگه بذاری اشتباهه؟ نه خیلی ترکیبی لباس میپوشم. مثلا یه دونه بلک آیرون داریم زده 40 17 30 13 فلان 9 2 دم، خیلی خف. اینو لسم نکنم مال ساعده. ببین الان بلک آیرون کلا ست بدی نیست، ست نه ستو نمیخوام، فقط دستشو میخوام. اون دست فقط ساعد بنده. میخواستم بگم که میخواستم بگم آخه 5 دقیقه دیگه ستی بپوشی که قشنگ کافیه واسه. خب پا بذار لباس قبلی همون بپوشم. این ستا رو الان میپوشی؟ آره یه ستی میپوشی که خودت هم خوشحال میکنی. به من فقط چیزم رو عوض کردم، ساعدم بلک آیرونه، اشکالی که نداره. نه ساعدم رو بلک آیرون کردم. بزنیمش که اینو دو دستی بالا سرش وایسیم بزنیم تا اونجایی که میخوره. فقط سوالی که پیش میاد، چرا من دو دستی نمیگیره شمشیر؟ من سوال دارم. یه مثلث بزن. نمیزنه همین. خب دایره تو زدی قبلش. آها 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 درست شد. آماده ای؟ درست. سه دو یک بزن تا جونش در بیاد. خب من اونجا نمیره سبب مرد. سولت هم بده به ما. خب دسته در اکالت این یه نه دیوان اکالت کلاب گرفت. کلاب خب از همین سوراخی که اومدیم تو میریم بیرون. آه خب ببین الان اینجا یه دره، این در قفل الان یه از یه سمت دیگه باز میشه. این در شورتکات میشه. الان یه بریم باز. آره یه شورتکات خوب میشه. اون لباس هم تو همین دره. دو نفریم بیا با لگت بزنیم شاید باز شده. بس منطق اینو میگه که باید باز بشه. اینم میمی که این هم بکشیم صدا سگ بده. الا بسیار زیبا. یه سیلور کوین میده یا گولد کوین میده. الا سیلور کوین میده. آیتم ها هم حفظ کرد. یکی پس گولد. یکی گولد میده پس. آمده بزن. خوشحال شدی؟ الا این هم گولد. برداشت اینو؟ آره آرست میگه بر نداشته الان برداشته. به دردم میخوره این کوین ها؟ نه نه کله های دراغون ها رو ببینم پایین بالا. اینجا هم بخش گیم آف ترونز سولزه. این دراغون ها حالا دلیل داره به خاطر اینکه باسی که اینجا هست اسمش دراغون سلیر اونشتاینه. آه شکارچی دراغون بوده. آره این نور ازشون میاد بیرون میبینن میمیرن یا آب چیه؟ اون تایی آیتم رو بردیدیم؟ خیلی نمیشه. آره برده برده یه سوله. سوله آبی هن. آره بلا سفید پایین یه چیزی هست یا ابوالفضل. نه کاریت نداره بیا بیا. دو تا شاخه با یه دومه دیمون تایتانت قبلا دیدی اینو؟ چلاقا. آره 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 دیدی تل قوی تر. کجا رفتی؟ آن داری پله میری بالا. نه پله نه افتم پله اصلا اینجا نمیتونی سواش بیا. آه این پشتی. آه بیا اول این تهیه رو بزنیم با قوز حرفشو میزدم میگفت میگفت ای پدر سگ داریم دماغ میخارونیم گوساله. نه داشتم دماغ هم میخارونیم. قغلوس میگفت که امید با گفت مثلا بازی میکنی اسکیل زدن و اینا اوکیه ولی همین که امید هست تو مسیریابی خیلی جلو میفتی، یعنی خیلی اذیت میکنه مسیریابی سولز. آره آره قبول دارم. و علافت میکنه. یه شمایی هست ممه ببین. اینه دختری که قراره ببینی؟ بله خودشو باید ببینم فایده نداره. من با عکس و اینا راضی نمیشم. خودشو بیار. ایمیج نمیگیری؟ نه این دارم اینا باز دارم.
یه صدای پشت سرمون می اومد. صدا پا بگیر. مگه ایپیکس لژندز مگه؟ اینو باز کنیم. این با مستر کی باز شد بکنم آره؟ نه کل دادی. یه اسکلی هم این پشت بود بکشیمش. نکنی ما هر دفعه میخواییم بک استپ بزنیم امید کونی زودتر هم ما میره. من میرم پشتش امید زده. ای پایینو وا چرا نهست بک استپ رو؟ من بک استپش بکنه چرا؟ من هرچی اومدم کانتر کنم کانتر نمیکن. خب علکی اینجا جونم رفی خورده شیشته واسه هم چیز مون مهم نیست. تو سوراخ رفتی پله ها پایین؟ آره ترسیدم فکر کردم اینجا دیگه رفتی. ای پدر سر این هم باید بکشیمش؟ نه مو آنه سر مورد مورد اوه یکی دیگه هم اومد. این هم اومد الان با دیلی ما. ای پدر سگ روشو کرده اون بر مرده. اسکول چرا پا میشه؟ باید مسابقه بک استپ زنی بکنیم با امید. خب این بر یه شورتکات بود دوباره برگردیم بریم بالا. فقط شورتکات رو باز کردیم. این نمای کلی شهر آنورلاندو ها. یه برنامه پست اینستا جدید دارم واسه سورس حالا درگیرشم تموم شه جالبه ببینیم. یه تبریکی هم بگیم دوباره به میازاکی واسه این که گیم اسپات گوشیو داد. حالا باز خوبه میازاکی مثلا پیج سکیروش و اینا پیج جای معتبری مثل گیم اسپات بازی سال اعلام میکنن میاد یه تشکری میکنه. هر چوپونا بادی که آره میزنه نمیزنه مثلا الان من ندیدم پوستر درست کنه از سکیرو از دوغوزآباد سفلا تا محمد علیان که جایزه دادن بهش رو بزنه توش. اینه عقده ای ها اون راستیه رو من با تو مسابقه میدم تو همین صحنه. از بکش؟ نه این بکش زنجیر گذاشته رفته تو که ای کسیش ای کنی امید زد آخرش توف توش بابا تقصیر این صندوق های تخمیه. جفتش هم زنجیر بالاست. این لباس ها رو این لباس ها رو بپوش دیگه اینا رو بپوشم افتشو چیه اسمش اینا؟ سیلور نایت. سیلور نایت سیلور نایت هلم سیلور نایت آرمور سیلور نایت فلان شلوارش گوینه آنخلت برام با بچه ها سلام. چجوری بود؟ آه اینجوری بود. بله سلام میکنم خدمتتون با لباس جدیدم و خب دیگه قراره ما رو با شکل شمایل جدیدی ببینید. خب یه مادر کندت کرده. آره ولی خب بسه من وسط یه رینگ بندازم. ای 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 رو... اون رینگ رو نه دو تا رینگ میشه دستم بکنم. آره خود چی؟ وسط میندازم نمیخوام من. بده بده رینگو حلقه ما پس بده یه حلقه یه تدایی اسمم رو روش نوشته میخواد بیاد نسم کنه. خب هاول همونیه که ست لباسشون پایین برداشته بودیم. این رنگش رو وقتی دستت میکنی باعث میشه که اکویپلود یا میزان وزنی که میتونی حمل کنی بیشتر باشه. هاولز رنگه؟ الان یه چیز بزن؟ آره دیدی؟ نه تر داری بزن.
هاولز رینگ. و این چقدر جذاب میکنه ارزش تکرار بازی رو که تو بیای استایل های مختلف رو تست کنی، امتحان کنی. کل بازی رو عملا رفتیم، برگشتیم کجا؟ برگشتیم سرجام. دیدی؟ کل سرزمین آنورلاندو رو یه جورایی میشه گفت رفتیم. فقط قبلش بیا. آها. آره. آتیش بیا. آتیش چرا یه واسه چیز میخوره تو کل آدم امید؟ دیدشو رفتیم ما کل. از بونفایر آتیش پرت شد تو سرم. چرا؟ و جونم هم کم نشد. شعله کشید. هستی؟ من صدا تو دیگه ندارم هاشم. الان صدامو داری؟ آره. میگم از بونفایر یه آتیش اومد پس کلم. آره دوباره یه چیز بهت اضافه شد، پوشن بهت اضافه شد. آها پوشن اضافه میشه، این حرکت رو میزنه. ببخش اشتباه رفت. و دفعه آخر بشه این نیزه میه توی لباس من ها. یه ها دیده سامن کردم تو دنیا صفرت کردم. ببین تو الان لباس سیلور نایت تنته، من لباس بلک نایت دارم. بلک نایت رو بپوشم همینجا میشینی زمین گریه میکنی. تو بلک نایت رو بپوشم شرق خوشی. بلک نایت رو آخر رو بازی بهت میرسه تا شد. بلک نایت شبیه امیر ارسلان نامدار شدی واقعا. نه سنگینم هست خشنه. انگشترم میخوایی که دیگه بیلاخ. ببین امید جان واسه دیگه بپوشم. این بیلاخ واسه چیزه، اگه چیز میخوایی داداش این بیلاخ هم واسه انگشترته. اینایی که میدی مال منه دیگه، بعدا با یکی دیگه هم برم اینا رو صاحبم. آره مال خوده. چرخشی میکنه بازیکن. ای بابا چرا سنگین شده کاراکتر من؟ انگشتر میخوای؟ نه میخوام. ببین امید انگشتر میخوای؟ بیا این انگشتر بگیر. بذار این دفعه واقعا بهت میخوام انگشتر بدم. بیا امید بیا. یه من فکرم میخوای بگی اینو ببین با کتوکونه. این بجاش میکنه تو کونه قطر. این نه یه بار باش جنگیرم از کله چلاغ کفت هست. این چلاغ کفت چلاغ فلان این الان خیلی قوی تر هم شده ها. آره من با وجودی که این چیزا شما داج بزنی بالا میره نه؟ میپره. اینا رو دفاع نمیشه کرد. چون اومدم دفاع کردم جونم کم شد. خب این همونی بود که یه بار تکی زدمش ولی جونش بیشتر بود فکر کنم و ضرباش هم قوی تر. آره خیلی جونش بیشتر. خب بریم بالا. ما تقریبا الان کارمون تمومه، فقط مونده باس فایتمون. یه چیزی من میخوام مطمئن بشم. منم میخوام دختر چیز رو ببینم، گوینو. دختر گوینو بعد از باس فایت میبینی. آه بعد باس فایت که میبینیم بعدش میریم واسه قسمت هفت داره. آه ببینم ریکورد کردم. اه امید ریکورد رو نزدم که چیکار کنیم حالا؟ این رکورد نظر رو قیافت این شکلی نبود. خب اون بالا نها کن گردره این چند دیزاین خوشگلی داره. ببین الان بذار چیزی بگم بچه ها. امید میبینین میگه این بالا رو میبینی دیزاین خوشگلی داره، بعد مثلا شما ممکنه بگین که خب یعنی چی؟ الان من بهتون میگم یعنی چی. یعنی اینکه ما یه بازی داریم $60 پول دادیم، بعد یه جای بازی قرار از اینجا رد شیم، هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست اینجا بیفته، اینجا توش داریم رد میشیم. بعد واسه فضای اینجا وقتی یه نفر یه همچین دیتیلی میذاره واسه تون
یعنی براش تیکه به تیکه جایی که شما تو بازی عبور و مرور میکردین هم انقدر مهم بوده که اینطوری براتون فضا سازی کرده. و این به همچین چیزی وقتی میرسین ناخودآگاه آدم میگه چقدر خوشگله، در حالی که اینجا رو داریم رد میشیم. دقیقا، و ممکنه کسی همش دقت نکنه. آره، وقت ممکنه اصلا ما الان نگفته بود امید نمیدیدم. نشکن آقا، حالا تعریف میکنیم از زده این کاسر کوسه. نشکن باری کلا. خلا بریم پایین. ببین اینجا خیلی جالبه، اینی که بهت میگم جالبه، حواست به این منطقه‌ای که توشیم باشه. بعدا ما با این منطقه کار خواهیم داشت تو دارک سورز 3. دقیقا. آهنگر داری اینجا؟ قبلش منو بکشم. آره نزنی شروع. نه چه آهنگر خوبی هم رو نگاه کن. اینی برد هیچی که ریزم کار میکنه. خیلی ظریف، خیلی اشکل. آخه بیری بیری بیری. خیلی دقتش هم داره. چراغ جوشکاری رو پیشونی داده داداش. داداش آقا یه با درف بزنیم چی میگی؟ من کیم؟ خیلی کارکترش گیگیلیه. اه میتونم سلاح بدم بالا. خب اوکی، چی بدم باشی چی؟ نه هیچی، باش کاری ندارم. داداش تو خیلی ظریف کار میکنی، سوسول به نظر میای. من شمشیر پمشیر بهت نمیدم، با کونه موش کار میکنی. چه ضرب زدنیه این ضربه رو نگاه کن. اینو آره، اون ریزی که میزنه رو من عاشقشم. خواه خیلی من دوستش دارم اینو. جاینت فلکش میکرد اسمش. بکش تو بکش، من دارم در دیوار میبینم. خب حالا میام اینجا. اینجا اینم یه شورتکات پشه بود. شورتکات واسه اون دوتا بودش. آره اون دوتا گنده ها بودن. آره. بالا پله ها این اونجاست. اومدن دوتا بالا پله. بازم الان شورتکات میشن. حتی الان توی سوراخ نمیتونن رد شن. فیزیکی نمیتونن. نه نمیتونن رد شن. او یه پلیر واقعی این ویده میکرد. کجاست؟ میاده شد. هرکی هر جور شد. باید بکشیمش. واسه من سولو بردارم. یه آیتم اینو بردار. آره یه من سولو بردارم. خب گوش بذار اینو بکشیم، مزاحم نشه. پلیر واقعی کدوم گوریه؟ هرکی هستش با لباس قرمز میاد. رنگ لباس، رنگ بدنش قرمزه. آره مثل اون سری. بریم بالا. همین دوتا رو کشتیم و شورتکات رو باز کردیم و تمام. آره آره شورتکات اصلی البته هنو مونده تا باز شد. ممکنه که اصلا ما رو پیدا هم نکنه یارو که ما رو اینوید میکنه. آره دلش میکنه قاعدتا، نمیشه ولی پیدا نمیکنه. چه حرکتی اینوید میکنه؟ الان میخواد چی رو ثابت کنه؟ میان دیگه خانه واسه شو من اینوید میکنم. من تو همین صحنه که این دایره رو بچه ها میبینین میخوام تو اینجا خوشفت کنم. باید یارو بیاده شد بکنم تو کونش. یارو نشسته مونده باس وایت بیاد که این بریزه. نه بریم تو باس وایت یارو میفته میره بیرون. آها امیدم بچه ها کونش میخواره. دنبال اینو پیداش کنه. پیداش کرده ایم اگه یه بیا نه بیاد داریم جریان عادی بازی اونو میریم. حالا اونم پیداش میشه. اوه این کی بود؟ من دو تا دونه چیز واسه مونده جون. ولی بریم اوکی. حواسم نبوده تیر علکی خوردم. ندیدم اینو. دیگه پایین نریم چون پایین دو تا انمی گنده زدنشون خیلی ساده نیست. خب بریم بالا ببینیم یارو پیداش میکنیم یا نه. این کیه که اینجا میشه سامنش کرد؟ لباس زرد داره. چیه؟ سولیره؟ بله آجا آقا سولیر. اون زیر اون ته هم باس فایته دیگه. اون زیر که دوتا یارو دیدم. یارو دیدم. برو بالا دیدم شو رو تازه. همین جایی که مهم نبوده بکن میدون جنگ.
اومد. بچه ها اینجا ایتونه گفتی مهم نبود، از الان به بعد مهمه. من اسکلتو عجل نکن، عجل نکن اصلا، چون میدونم دیارو حرفه‌ای بازی کنه وایسادم دوبریش کنم. خب مرد. اینو انتظار نداشت بخوره. اسکل اینجا امضا بکنم، میشه امضا به من یاد بدیم؟ میخوام بگم اینجا کونه یارو گذاشتیم. به این تابلو توجه کنیم، خوشگله. وقتی اینجا میکشی معمولا وقتی یکی رو میکشی سری میتونی جسچر اینطوری بزنی. اصلا نگاهیدم داداش. مثلا یه علاقه تعظیم بزنی بچه ها. این دیایتونه چقدر خوشگل بود، براتون تاریخش هم کردیم اینجا رو. هر موقع اینجا رد شدین بگین امید و هاشم. حتی امید کنه یارو گذاشت، من فقط سپر گرفته بودم دورش میچرخیدم. ولی خب دیگه نقش محرک کون رو بازی میکردم. خب معلوم میام اینجا بریدن بونفایر یه دور از چیز بریم بیرون، یعنی من از وردت یه دور میدم بیرون که جونمونو کامل فول کنیم. چهار تا دارم آبی بریم بیرون. نه او قراره بریم پیش دو قلوها مگه؟ بله. اوه دو قلوه افسانه ای رو داریم که قبلش هم باید احتمالا شمشیرم رو بردارم تبره که میشکنه. آره باید بیرون وپنت هم برداری، بچه خوبی باشیم و اوه ولی خب شورتکات داریم سریع میرسیم. ولی یه الان یک کار خاصی نداریم، همه کارهای واجبه رو انجام بدیم. اوکی تو رفتی؟ نرفتی هنوز؟ نمیری؟ امید بچه ها گوزید یه لحظه. دلاب نکن هاشم، سلام داری؟ آره یه اگه میتونی لیول آب کنی فعلا لیول آب نکن، من مطمئن بشم ببینم که میتونی کریستال هالبرد رو دستت بگیری یا نه. نه الان اصلا تو نرفتی بیرون از دنیا، همینجوری وسط وایستادی و من نمیتونم بمبای روشن کنم. با من که هم تو دنیا خودم اومدم. نه دیگه اینجا سه دست خر وایستادی. این ممکنه یه باگی شده باشه ولی مهم نیست. بریش خواهی امضا کن دوباره بیای دوباره برو. آ رفتی. آره نه راست نیست. خب نشستم پا شدم. اوکی امضا تو بزن. وایسا الان کریستال هالبرد تو میخوام ببینم اگه برداری به مشکل نمیخوری یا میخوری. یه دقیقه وایسا. هاشم بیا توی منو، حتی قسمت همون جایی که مثلا میخوای به اینونتوری یا مثلا اکویپمنت رو منوی سوم نشه ویو استاتس. بله ویو استاتس تو بزن. بله دکستریتی چنده؟ دکستریتیم 12 است. بله خب پس هم کریستال هالبرد تو برقا میتونی برش داری. کریستال هالبرد دیگه چی چیمه؟ تو آیتمه همون بپنه که گفتم واسه زدن این دوتا به درد میخوره. خب از الان بردارم دشمن ها سامن میشن که برش دار. الان من میتونم دو تا سلاح بردارم و رو دومی بزنم یا نه؟ نه همینو بردار. خب اسمش چی بود؟ کریستال هالبرد. فقط بذار من یه هالبرد خالی داریم، یه کریستال هالبرد داریم. کریستال هالبرد رو میگه آره کریستال هالبرد. بعد یه دقیقه هم خود هالبرد هم زور زیادی داره ها. نه هالبرد شنگوله 110 تا داره. یه دقیقه فقط منو سامن هم نکن. اگر سامن هم میبینیم آره یه لحظه سامن نکن. من بونفایر اینجا ما ببرم بالا. من اینجا رو بردم بالا. دهش کردی؟ نه فکر کنم بذار دهش کنم. اینجا رو ده
حتی اگه بخوام بکنم کیندل کنم کرده باشم که دوباره نمیکنه. نه دیگه نمیکنه فعلا، یعنی نمیکنه. بله خب میتونی من سامن کنی. من چند تا چیز داری؟ نشستی پاشوی چند تا داری؟ بذارم کیندل، او کیندلش نکردم. یا نه cannot kindle without the secret right. یعنی چی؟ آها خب پس یه دور کیندلش کردی. ببین بعدن یه آیتمی تو بازی میگیریم به اسم right of kindling. right of kindling آیتمیه که باعث میشه که تو تا بتونی عدد 20 بتونی بونفایر تو ببری بالا. آها الان قدرتم رو زیاد کنم این چیزایی که دارم. الان آن یه ای میتونی لیول اپ کنی، لیول اپ کن دیگه هر چیزی که خب ببین 20 و هلس هم کدوم بود؟ وایتالیتی. خب اینو هلس هم رو میکنم 25، اندورنس هم 26، قدرت هم 31. اوکی هلس هم رو زیاد کنم. خب مثل چیز نیست، مثل اسمش چیه؟ علکم یه دونه گذاشته مشکل نداره. ای حواسم نبود تاگل کنم دوباره. آه گفتی مثل چی نیست؟ مثل اشن نیست که اون پوشنی که میخوریم جونو بیشتر پر کنه. یه آپگرید داشتیم رو پوشن همون آپگرید نمیان. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ ببین. آه راست میگی فلسک ما... به اضافه یک شده. راست میگی قبلا کردیم. آره. درست آره. درست الان اس پلوس یه جا هایی باید ببرم بعدم. آره آره بعدم یه جایی میبرم تو بتونی تو با همین میای با اون سپره نمیای، این قوی تر از اونه. آره یه الان یکی از قوی ترین وپن های بازی الان من بیم بزنم به باس سه تا بزنم باسه میمیره. آها تو وامیسی تا پس من الان شمشیرم علکه هدر نمیدم که بشکنه خوش ضربه نمیدم. نه الان کارش نرسه اولا اسپورش به من واسه همین تو باز فایت شروع میشه. من کاریمون نداره، من کاریمون نداره. بریم وامیسی که سرای اشتها رو کونه من پارشه بعد یه او وارد عمل میشی. نه الان لزومه. ببین اینی که دیدی میبینی اینطوریه، گفتم بهت بیشتر به خاطر اینه که خود اونشتاین که یکی از باسای اینجا اسمش دراگون اسلیر از کله های دراگون هایی که کشته رو گذاشته اینجا. آره آره بریم بالا اول یه دونه نایت اون برا نایت رو میکشیم. این باس فایت اینجا چون خیلی مهمه قبلش قصهش رو تعریف کن لطفا. بعد از اینکه کشتین تعریف میکنم به خاطر اینکه باید بچه ها ببینن کیان بعد اون وقت بتونیم همزاد پنداری کنیم باهاشون. اوکی بچه ها من الان درگیر نمیشم واسه اینه که این سلاحی که دستمه چیز داره اینو سامن نکنم. نه من به خاطر که سلاحی که دستمه جونش کمه و میشکنه نگه داشتم واسه باس فایت. آره اون یکی اینجا اون گنده رو بلش کنه. این شورتکات این برم باز کن یه حالی بکنی قشنگ از اون من. اوکی این در اینجا باز میشه. در کجا هست؟ یه شورتکات خوشگله دیگه هست. پشمان ببین کجا در اومده. آره دو تا گنده هایی که اون بره، یعنی ما الان هم از اینجا داریم هم از اون دره. اینا که تو نمیان الان. نه نه اونا در به این گنده پشت سرشون باز شد نمیبینن. خوبم آره. دقت کن میبینی چقدر از این نایت گنده ها اینجاست دیگه. آره خیلی مهمه که این دو تا ببینی و دقت کنی بهشون. اون مهمه چجوری با این لباس میپره. آه میخورم من خیلی دوست دارم ببینم آب یا نوره چیه این وقتی اینا رو میکشی. خب آقا شم چه خبر؟ نیت هیومانیتی
این اشاره داره که یکی با خودت ببره. بی وری باس. اینقدر اینجا همه میمیرن که میگه جون مادر هیومانیتی بده من یکی رو سامن کنم. اوهوهو برم تو بفهمه. من هیچ ایده ای ندارم بچه ها، ولی بریم ببینیم چجوری. وارد شد سیکسی بودن رو فقط ببین. چه سالن مرتفعی. این چیز اسماگ این و اینم آنشتاین. این کوچولوی که الان داری میبینی الان میپره پایین، این قاتل اون دراگون هست. چی هم؟ با گفتیم باس فایت کوچیک بترسیم. فقط اینی که پوتک دستش ان مهمی نیست، اون حرومزاده بدگوهیه. فکر میکنی؟ یکم هم ببینم بخندم. ببین اوکیه، منم مثل تو میبینم بخندم. یه داداش خب من هستم تو تو یکم بخندم به دوتایی هم با هم حمله میکنم. بله اومد از سمت منه. اوکی هم سمت تو باشن هم اوکیه. یه داداش خوبه، تلاش کن خود که یه ذره ریزه ولی پیش همه تمیزه. میخوای کدوم رو تر بکشه؟ تو مسلمه رو بکشی؟ مسلمه شما با مشکل کون مواجهی داداش گلم. باشه. اول میخوای کدومشون رو بکشی؟ فرقی نداره، مهمه اول من توپله کوچیکه رو. آره نه گندهه، من هر ضربه ای زد یه پوشن بخورم. ولی آره بریم میخوای اول کوچیکه رو بکشیم؟ دلیل دارم بخش که بیان بیا اول کوچیکه رو بکشیم. اون کاتسیناشون فرق میکنه. برو کوچیکه، اون اسکوله بلش. میزان کم شدن، میزان کم شدن هلت کوچیکه رو. تو کوچیکه رو بکش، من دارم و بزرگه ور میرم دیگه. اوه چه ضربه ای زد. خب نه کوچیک کاتسین داره الان. آره خوب نگاه کن، این کاتسین خیلی مهمه. ببین این میمیره، به دست چپش دقت کن که داره یک کوچولو تکون میخوره. اینی اطلاع خوش دادش خودشو. آها انرژی رو گره، خوشتش و انرژیش رو گره باز خودش. بیافش هم عوض شد، حالا ضربه هاش قوی تر شده. درسته ضربه هاش خیلی قوی الان. یه کل واسه همین گفتی جون زیاد کنم. پس مواظب باشه، مواظب باشه. اون یو شارژ میکنه میزنه. میدونم حواسم هست، دو سه دفعه زدتش، زدم زده منو. من با اون یکی نجنگیدم مکانیزمشو بدونم، ولی اینو دیدم رو مخ واقعا. یعنی از این است که یه اینو تازه شروع نکرده. این استایلش یه جوریه که یه ضربه بزنم فرار. اینو تازه یه اتاک داره، اون هم نزده هنوز. نزدیکش میشه میزنم فرار کردم، یه ضربه میزنم میرم عقب. آه اینه، اینش هم بد بود، اینش که شارژ میکنه میاد جلو. اینو نکن. اوه 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 بیدی اوکی بیدی بچه پرو شده، باید چند تا پتک بخوره اگم. بپا بزرگترش درست بگم. این چند دمش خود ازم؟ اوه 360 درجه چرخید، ضربش 360 درجه هم میچرخه. ضربه آخرش هم با تو، تو بزن آخری بسته نمیشت. ببین این دوتا تکی، من دارم جلو جلو میگم آقا بچه ها، من شمشیر به دستم بد نیست، ولی تکی بیاین اینجا کونتون پاره است. و نمیگم نشدنیه، شدنیه زدنشون، ولی خیلی سخته اصلا معلومه. من با همین یکی جنگیدم. ببین اکثر این باسا تا الان، فارغ از شوخی، من اگه دقت کرده باشین اکثرا گفتم اینا مشکل پشت دارن، میگم مشکل کون دارن، ولی همین توپله یه ضربه داشت که دقیقا 180 درجه میچرخید، با وجودی که شما پشتش بود، یعنی لزوما پشتش هم سیف نیستین،
و سنگ حتی گنده هم سخت بود. خب حالا امید تعریف کن بابت اینا، اما قصه دارن اینا، گوش بدی امید بگو. قصه ای دارن که قصه جالبیه، من محیط و بچه ها نشون میدم به عنوان پیش زمینه یه حرفای امید که ببینی. اینا در واقع اونشتاین، اون کوچولوه، اون میشه گفت یه جورایی یکی از الیت نایت های گوینه. گوین 4 تا الیت نایت داره، یعنی داشته، که توی زمان حال فقط و فقط اونشتاین باقی مونده، ولی توی زمان گذشته 3 تاشون میرن و دیگه بر نمیگردن، که ما توی DLC میریم سراغشون، که یکی از اون 3 نفر، یکی از اون 4 نفر نایت آرتوریاس معروفه. خب عظمت اونشتاین در این حده که فکر کن لیدر کل نایت های گوین بوده دیگه، فکر کنم کاملا واضحه که چقدر آدم خفنی بوده اونشتاین. اون گنده اسما به خاطر اینکه عادت داشته که تومه هایی که میگرفتن از کسی که میکشتن و استخوناشون هم میخورده، واسه همین هیچ وقت گوین بهش لقب شوالیه نداد و کسی بوده که همیشه دوست داشته به جمع شوالیه های الیت گوین بپیونده. حالا نکته شده، ببین تو وقتی که اورشتاین میمیره قساوت رو میبینی توی چیز اسماگ، که با اینکه حتی یه کوچولو دست چیز داره تکون میخوره، ضربه رو باز میزنه و تیکه تیکش میکنه اونو، واسه قدرتش رو برداره واسه خودش. ببین چه شیفته قدرت بوده. حالا نکته جالب در مورد این دوتا باس فایت دقیقا بعد از این دوتا مشخص بشه، جایی که رمز سرزمین آنارلاندو رو ما میفهمیم چیه. الان نگاه بکنی ته این حال دوباره تو چیز رو میتونی ببینی، دو تا مجسمه میتونی ببینی هاشم، درسته؟ بله. دو تا مجسمه، جای یه مجسمه آفره و جای یه مجسمه خالی. آره این طرف هم خالیه. اون مجسمه خالی دقیقا چیزی که تو دارک سولز 3 میفهمیم کیه. خب و دقت هم بکنی روی دیوار بغل گوین دو تا هم سیلور نایت هن مجسمه شونو. آره جلوتر هن، درسته. آره حالا کنار اینا یه فوچوله، اگر اپله ها بیای پایین سمت راست یا چپت فرق نمی کنه. خب یه دونه در کوچولو میبینی، دریچه کوچولو میبینی، دروازه کوچولو میبینی که به یه آسانسور میخوره. آسانسور خودش داره بالا پایین میره، آسانسور سوار شد بیا بالا، شبیه دریلای حفاری نفت و ایناست. آره وقتی میای بالا بونفایر قشنگ معلومه، بونفایر رو روشن کن. اوکی روشن کردی؟ بله. خب کیندلش کنم بشین تو بونفایر؟ نه اصلا بونفایر بی اهمیت، این بونفایر رو بازی. نشستی؟ آره حالا برو از پله ها بالا، در رو باز کن و از جادو لذت ببر. از پله ها برم بالا، نوشته ها رو قبلش میخونیم. یه جعبه اونجاست، یه جعبه میگه. دره رو باز کنم؟ دره رو باز کن و ببین چی میبینی. عکسشه یا خودشه؟ خودشه. خودشه. گوین ویر. گوین ویر دختر گوینه. کنیل یعنی چی؟ کنیل نه نیل. نیل چی؟ معنی چی میده؟ نیل به معنی که زانو بزن. زانو بزن. اونجا که زانو بزنی یه کاسه‌ای بهت میده به اسم لورد وسل. با گرفتن لورد وسل فست ترافل تا آنلاک بشه. آها اینم پس اشن اسکی رفته. بله که تا یه جای بازی فست ترافل نداری. الان با فست ترافل میتونم برگردم بونفایر اول بازی برم تو زندان عروسکه رو بردارم واسه دنیا خفن. تو زندان نمیتونی بری، تو زندان نمیتونی بری، ولی میتونی برگردی فایلنگ ترای. آها تو نیو پلاس هم میتونم بردارم و برم. نه نه توی به صورت عادی هم میتونی بری برداری، بهت میگم چجوری بری.
نگران نباش. خب الان شما اینو برداشتی، لورد وسلتو بهت داد دیگه، درسته؟ اون کاسه رو. آره. خب باش دوباره صحبت کن، اینم یه کاوننت داره، حالا اگر تو کاوننتش نرفتی هم نرفتی، ولی باید صحبت کن که اکسپت کاوننت و اینا اگر خواستی بکنی، یه اچیومنتی هم اینجا بهت میده. اینتر کاوننت کن. نمازه کسی که میتونم نو کنی، ولی مهم نیست که کاوننت رو کشف کردی که اینجا هم کاوننت کنی. اوکی. همین بده تروفی. آره یه حلقه هم داد، رینگ آف ده سان پرینسس. آره کاوننت استابلیش، اچیومنتش هم داد. خیلی خوب. پایان قسمت 6 رسیدیم، سیف کنم واسه قسمت 7 بریم. نه وایسا میخوام بهت یه حقیقتی بگم که خشمات بریزه. تیرکمون داری؟ تیرکمون ندارم. تیرکمون کجا برداشتم؟ تیرکمون ندارم که. این تیرکمون یه چیزی، هیچی نداری تیرکمون؟ بذار برم ببینم تو کجا باید برم ببینم تیرکمون دارم یا نه. کمان دارم. نه تو همون قسمت کمان. نه هیچی ندارم تیرکمون. یه فقط یه بسته دارم هیوی بولته. نه بولت به درد نمیخور. بیا تو آیتمات یه آیتم قاعدتا داری به اسم فایر بامب، یا مثلا بلک فایر بامب، اینو باید داشته باشی. چند تایی فایر بامب دارم؟ آره فایر بامب داری. فایر بامب به تو از توی اکویپمنتت بغل همون استوس فلاشکت یعنی فایر بامب بذار بقل اسکوس فلکس فلسکم. یه فایر بوم بذارم. گذاشتم، دوتا گذاشتم. خب حالا برو بچسب به گوینویر. بچسبم بکنیم بچسب که جلومون یه دیواره نمیذاره بریم. نداره، برو تا جایی که میتونی برو بش. تا اونجایی که نیل میاد چسبیدم بهش. آه خب فایر بامب تو انتخاب کن از توی چیز دسته دیپد پایین رو بزنی. دیپد پایین رو بزنی میتونی. آره خب یه دونه ایکس بزن و فایر بامب بزن تو صورت بوی نبی. مرد؟ مرد یا نه؟ مرد. مرد. حالا ببین چی میشه. ببین الان اینجا پشمات میریزه. I'm going dolly. داده گویندولین اومد. گویندولین دیگه که این وسط الان یه کاتسین میشه. داره کاتسین نشون میده به هم. حرف زد کی بود؟ و اینو قراره توی سه بفهمم چیه یا همینجا؟ نه همینجا میفهم چی شد. هوا تاریک داره میشه، اصلا سیاه شد همه چی. همه چی سیاه شد، درسته؟ آره همه چی مپ، همه چی سیاه میشه، درسته؟ آره خب نکته پشم ریزون بازی دقیقا همینه. حالا شما همشه میای کجا؟ برمیگردی توی چیز بونفایرت میشینی. الان ممکنه بگی چرا شب شد؟ چرا گوینویر مرد؟ من یه دونه بهش زدم، با اون هیکل با اون گندگی یه دونه زدم و مرد. یعنی چی؟ نشستم بونفایرت بشین، یه گزینه جدید باز شده به اسم وارپ. وارپ کن به وارپ واسه همون فستر رو بده مون... وارپ کن به دارک مون توم. اوکی اوکی کنم دارک مون توم رو. بله بله. وارپ توی چیزم بود، توی Legend of Zelda Link Awakening هم مثلا آن اورلاندو. خب الان اومدی تو همون جایی که هم دیگر سامن میکردی، درسته؟ آره تو بونفایرش بشی. نشستم. یاد اینجا مجسمه گوین بود ولی الان دیگه نیست. یه در وا شده جاش. آفرین یه دروازه در باز واقع. شده جاش. آفرین. و پله میخوره میره پایین تو. نرو. نه نه میخوام اینجا حالا واسه یه حقیقتی میخوام واسه باز کنم، دندون واسه نمونه.
چی؟ کل سرزمین آنارلاندو، هر چیزی که ازش تا الان دیدی توهم همش دروغ بود، همش دروغ بود. آنارلاندو واقعی اینیه که الان داری میبینی. اینا دست کی بوده؟ تمام اینا رو گویندولین کنترل میکرده. گویندولین دیگه کیه؟ همون صدایی بودش که بعدش شنیدی. گویندولین در واقع یک حاله مجازی درست میکنه تو کل آنارلاندو، برای اینکه آدمایی که میان به دنبال خود گوین میگشتن توی آنارلاندو، هیچ وقت آنارلاندو چیزو پیدا نمیکنن، گوینی پیدا نمیکنن، قبر گوینو پیدا میکنن. و با و نکته جالبش هم اینه، این وسط کلی شوالیه وایساده بودن به هوای اینکه این آنارلاندو واقعیه، داشتن از شهر محافظت میکردن. اون همه شوالیه بزرگی که توی بازی میدیدی الان یک دونهشون رو هم نمیبینی، الان دیگه هیچ کدوم نیستن. چرا؟ آره. اونا وجود داشتن، اونا وجود داشتن، ولی الان فهمیدن که داشتن از چه چیزی مواظبت میکردن. و همشون میرن و اینجاست که میفهمی که گوینویر هم زاده یه چیز بود. گوینویر واقعا وجود داشته، ولی این چیزی که میبینیم گوینویر نیست، این یه توهم از گوینویر. حتی یعنی دختره هم که ما دیدیم دختره واقعی گوین هم نبود، پس خودش اصلا جای دیگه ایه. آها. اصلا نیست اینجا، توهم و حضورش. تلخش ببین کجاست، اسماگ و آنشتاین داشتن از یه توهم مواظبت میکردن. شیت، بعد ببین گوین چقدر عوضی بوده که شوالی خفنش رو گذاشته از چیز شیروبر محافظت. کی داشته اینا رو منیج میکرده حالا؟ گویندولین. گویندولین کیه؟ پسر گوینه، کسیه که الان جنابالی قرار بری باش فایت کنی. تنهایی؟ نه الان، بله این تنها فایتیه که تنهاست. واسه قسمت هفت آش بختی. آره، الان شما تازه حقیقت پشت پرده چیز رو فهمیدی، آنولاندو رو فهمیدی. الان اون دختره هم بودش که دم بونفایر اولش نشسته بودش، اون هست منطقه یه جا دیگه به صورت دشمن وایستاده واسه اینکه بکشتت، که حالا بگیم کجا اونم میری میکشی، به خاطر اینکه اون چیز میکنه، اون فدایی گوینویر و گویندولینه. سر بچه ها تایی گیجه بد رفت. یه حرکت زدم آخه، ببین یه چرخش 360 درجه دور بونفایر زدم، خیلی باحاله. ببین تو یه ذره هم دراپ نمیبینی ها، این باید ببینن بچه ها. نه اصلا هیچ دراپی نمیبینی. واو. خب من الان اینجا بشینم و خدافزی کنم. تو حتی میتونی بیای، تو بیا خدافزی کنیم، تو هم میتونی بیای فکر کنم، بیا خدافزی کنیم. نمیتونم، باسو زدیم. نمیتونی؟ باسو منطقه. اوکی، به پایان آمدیم دفتر حکایت، همچنان باقی است دوستان. قسمت ششم هم با فراز و نشیبای خودش به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین از این قسمت، هرچی بریم جلوتر داره جذابتر میشه. مرسی از امید که داره همراهی میکنه. کماف سابق تکرار میکنم، تا پایان 2019 ما میبندیم پرونده دارک سورزو اگه مشکلی پیش نیاد. اگه دفعه اولی که کانال من رو دنبال میکنید و با صدای امید آشنا میشین، کپشن رو بخونین، اطلاعات کانال امید هست، همه چیزش رو برین دنبال کنین. تو پیج اینستاش هم که وارد میشین، آدرس کانال توییچ و یوتیوبش و همه اینا رو میتونین اونجا ببینین. و کانال منم که دیگه نگم دیگه، ساب کنین، زنگوله بذارین و حتما کامنت بذارین. کامنت های شماست که انگیزه میده واسه ویدیوهای بعدی. امید میخوای خدافظی کن، بیا خدافظی و بعد منم یه خدافظی ریز دارم. دم شما هم گرم بچه، از اینکه برنامه رو دارین میبینین. مرسی از هاشم حسین که داره این برنامه رو در واقع داره تولید میکنه. سولز بالاخره یه واکترو داره پیدا میکنه که زبان کاملا فارسیه و با یک لور کاملا فارسیه، تمام داستانشو به صورت فارسی داریم میگیم که دیگه نیازی به مطالعه نمیدونم متون و نمیدونم یوتیوب گردی های آنچارلی نباشه. مخلصیم بچه ها، فعلا اینم از استایل خدافزی امروز. خیلی چکریم دلن.